این خونخواهی هم که مقام معظم رهبری فرمودن، این خونخواهی تنها خونخواهی از اسرائیل نیست، ما از امریکا هم باید خونخواهی کنیم. در این خون امریکا هم شریک با اسرائیل. اگر چراغ سز امریکا نبود، اسرائیل دست به جنایت نمیزد. خوشبختانه ما امروز سلطمون بر منافع امریکا و بر مراکز امریکا اونقدر هست که اگر اراده کنیم در کمتر از نصف روز ضربه هایی بر امریکا میتوانیم وارد کنیم که نه تنها یه تجاوز و ترور، بلکه صدها جنایت امریکا رو ما جبران کنیم. بزرگترین پایگاه نظامی امریکا که مرکز انباشت نیروهای امریکایی است، پادگان عین الاسد هست در عراق در انبار، و ما با 8 موشک در جریان شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی نشان دادیم. این پایگاه با همه وجود در تیررس ما هست. کارشناسان میگن اگر ما به جای 8 موشک 40 موشک به عین الاسد زده بودیم، از عین الاسد و از همه امریکایی‌ها اونجا یه نفر زنده نمیموند. این در تیررس ما هست. پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا در سواحل بحرین نزدیک جزایر ایرانه، که اگر اینجا رو ما بخوایم بزنیم دیگه از توان دریایی امریکا در منطقه چیزی باقی نمیماند. به علاوه کشتی‌های امریکایی حامل سوختن، حامل کالاین، در خلیج فارس رفت آمد دارن. اگر بنا شد ما بخوایم راه رو ارزم به حضورتون که خلیج فارس رو ببندیم و نگذاریم در آن واحد هرچی کشتی امریکایی در وسط خلیج فارس است با قدرت ما خاک و خاکستره. خب این توان ما امروز هست. ما اگر بخوایم خونخواهی کنیم، نه تنها از اسرائیل، از امریکا هم باید خونخواهی کنیم.